مایلی کوهن ممنون ملاقات شد. این تصمیم پزشک معالجه مدیر فنی تیم امید کشورمونه که از 2 روز پیش به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شده. پزشکا میگن هرس و جوش زیاد مایلی کوهن رو راهی بیمارستان کرده. حاجی مایلی رو یاد جوونی هاش انداخت، یاد شیشتایی که سال 96 به کره زدیم. اون موقع سرمربی تیم ملی بود، نسل طلایی و نوستالژیک فوتبالمون بود. شما جوونی، 61 سال سن نیست که برای قلب و بیماری قلبی. بله، من از آخرای یکی دو سال کوچیک‌ترم. خدا رو شکر بیماری قلبی حاجی مایلی نگران کننده نیست. ما اومدیم اینجا نشون بدیم شما حالتون خوبه، خدا رو شکر مشکلی هم نیست. قرار نیست خودتون اذیت کنید. من تشکر میکنم چون دکتر گفته هرس و جوش زیاد باعث گرفتگی رگ قلب او شده. یه دونه شونو اما من خورد هم سرم های دادم باید. فوتبال آقا به خدا نمیارزه که ما بخوایم مثلا شما و بقیه پیشکسوتامون رو تخت ببینیم. یه چیزایی رو میبینم نمیتونم تحمل کنم. به هر حال حاجی مایلی بارها در ژست‌های مختلف کلام و رفتار فوتبالی‌ها رو نقد کرد. بابا به خورا من این فوتبال نمیخوام، به دین نمیخوام، به ارواح خواهی که مادرم نمیخوام. به باید ترس بخورم، چرا نخورم؟ من میبینم جوانم چقدر شایسته، اینو درک میکنم، لمس کردم. من تو فوتبال به حقشون نمیرسن، شما هم حسشون. خب یقینم. جالب، اون امروز از روی تخت بیمارستان هم کیروش رو نقد میکرد. جزو بدترین تیمای جام جهانی بود و ایشون بهترین پول گرفته، یعنی 13 مربی گرون دنیا بوده. آجا خب این بازم داری رو تخت حرص میخوری یا اینو ما نمیخوایم این باشه. حالا قرشو یه قرصایی به ما بدن که ما قرص نمیخوردیم اصلا. اما آروم و مگه اون قرصایی کاری کنه با ما، مگه نه من عوض بشون نیست. و خاطره یه تلخ فوتبال ما روزی بود که اختلاف چند ساله شاگرد و استاد بالا گرفت. مایلی راهی زندان شد. الان اگه علی دایی بیاد ملاقات شما چه نظری داری؟ همینجا عرض میکنم خدمت تو که من از همینجا صورتش میبوسم. صورت علی دایی بزرگواری شما ستودنیست. قطعا علی دایی هم نسبت به اون رسم شاگرد استادی همین حسو داره. از اینجا به بعدش با شاگرد البته ساعتی پیش این کدورت دو طرفه حل شد و علی دایی به ملاقات سرمربی سابقش رفت. اینم عکسش.